میگه والا متولد 1303 هستی؟ بله متولد 1329 هم من. یه سال با هم تفاوت داریم. بله. چه ماهی هستی متولد 1329؟ کجا متولد شدی؟ من توی تهران سلسبیل به دنیا اومدم. چه خوب، چه آره. خوب، چه خوب. اولین بچه خانواده‌ای؟ اولین بچه خانواده. پدر چه کاری بوده؟ پدر من 71 فوت شده. چه کاری بود پدر؟ راننده تریلی بود. چه خوب. رو کار میکرد. چه خوب. یه کارگر زادیم دیگه. آره، آره، چه خوب. خب از همون زمان بچه تو اینو خاطراتت با من خاطرات من یکی میشه دیگه. این در واقع بله یه انقدر تو مصاحبه گفتم آره که اولین اولین فیلمی که دیدم سامسون و دلیله بود. 7 سالم بود، 6 سالم بود، سامسون و دلیله ویکتور ماتیور بازی میکرد. عاشق این چیز شدم. ویکتور ماتیور شدم و دلم می‌خواست جای اون بگیرم و همیشه ادای اون رو در می آوردم تا اینکه یواش میگم اولین برخورد شناخت به وجود میاره. یه شناخت سطحی از به اصطلاح فیلم و بازیگری پیدا کرده بودم تا اینکه سوادم خوندن نوشتن یاد گرفتم. مجله فیلم و ستاره سینما رو میخوندم. مجله فیلم و هنر. فیلم و هنر. فیلم و هنر. فیلم و هنر میخوندم و ستاره سینما. همه ما فیلم و هنر خوندیم، ستاره سینما. هممون با فیلم و هنر. تازه فهمیدم که نه بابا این به اصطلاح بازیگری باید به اصطلاح آموزش ببینه، باید بره تئاتر رو. همیشه در آرزوی این بودم که یه کلاس تئاتری پیدا بشه و بالاخره رسیدم. در 20 سالگی. در 19 سالگی. 19 سالگی. کلاس پنجم دبیرستان بودم. آه در 20 سالگی. وقتی که آقای اسکویی پرسیدش که آقا شما که میتونی بیای اصفهان 15 روز بریم شهرهای جنوب، آبادان، مسجد سلیمان، نمیدونم اهواز، شرکت نفت بریم و پدر مادرتون چیزی نگن؟ گفتیم نه اشکالی نداره. از پدر مادرم اجازه گرفتم، منتها یه دونه چیز آوردیم، به سر گواهی پزشکی آوردیم، 15 روز گفتیم مریض بودیم، کلک زدیم. اومدیم، غیبت همون موجه شد. چند تا نمایش برای اسکویی بازی کردی؟ من؟ جان؟ چند تا نمایش برای اسکویی؟ آها، رستم و سهراب، ریشتراش شهر سویی، توی تلویزیون کار کردیم. یعنی تلویزیون دولتی دیگه. تلویزیون دولتی زمان شاه. بله نه سال 49 حیبول ثابت نبود، تلویزیون دولتی بود. بله دولتی بود. آره. نه. تلویزیون آره دیگه دولتی بود دیگه. الوند همه الوند آره ببین خیابون الوند اون مال حیبول ثابت بود. نه 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 من اون دیگه دولتی شده بود. نه خریده بود دولت. بله دولتی شده بود. اونجا شده بود شبکه 2. بله شبکه 2 بود. همه کارا اونجا تولید می‌شد. صیاد اونجا تولید می‌کرد. بقیه به اصطلاح چیزا کار اونجا تولید میشه. ریشتراش چیزی بازی کردی برای تلویزیون؟ بله تلویزیون بله است. تاریخ ششم فروردین 1350 از تلویزیون پخش شد. چه خوب، چه تاریخی. من 20 سالم بود. و نقش دکتر بارتولو رو بازی کردم 60 ساله. آقای محتشم از اینجا تا اینجا منو تراشید. از اینجا تا اینجا منو تراشید آقای محتشم. بعد به اسکویی اعتراض می‌کرد، میگفتش آخه بابا سینما چجوری من این آدم 20 ساله رو بکنم؟ چرا شیراندامی رو صدا نکردی؟ بعد اسکویی گفتش که شیراندامی برای خودش الان سوپر استار شده دیگه، من قبول نداره که. منظورش ولی شیراندامی بود. ولی ولی بود. چون یه یدالله داریم، یدالله که نبود. نه نه یدالله تو سینما بازی میکرد. آره. و شیراندامی هم تو سینما بازی میکرد شده بود برای کمتر بازی میکرد. کمتر کمتر بازی. یعنی که اصلا برای خودش لات و اینا شو بازی میکرد. کلا شاپو بازی میکرد. ریشتراشی ریشتراش شهر سویل و عروسی فیگارو دو تا این دو تا نمایش رو با هم اجرا کردیم. دو تا با هم چیز که اصلا بومارشه فرانسوی نوشته روسینی هم بابتش چیز ساخته. کارگردان آقای اسکویی بود. کارگردان اسکویی بود. بازیگری که مقابلت بودن سودابه اسکویی روزین رو بازی میکرد، خطابخش بازی رو بازی میکرد، رسول نجفیان آشپز رو بازی میکرد. بابا چه خوب. خود اسکویی فیگارو رو بازی میکرد. چه خوب. چهار تا رو گفتم دیگه. منم بارتولو رو بازی میکردم 5 تا. بعد از این محمدی پاسبان رو بازی میکرد، رئیس به اصطلاح نظمیه رو بازی میکرد، چیزای کوچولو. خب